به ادامه برنامه خوش آمدین دوستا. بازم برنامه قرنطین است. تا من بیچاره در خدمت یک نفر یک و تنها از یک خانه، اما با چندین دوستان در گوشه و کنار دنیا، با هموطنان، با آوازخوانان، با محبوب هایتان، کسایی را که دوستشان دارین، از نگاه هنری، از نگاه سیاسی، از هر نگاه که علاقه من نشستین، ما کوشش میکنیم اونا را پیدا کنیم. به قسمت برنامه تشکری میکنم از شرکت نوشابه های غیر الکلی حبیب گلزار به خاطر حمایت مالی برنامه قرنطین. با انرژی پردیتور به سلطنت خیش حکم فرما باشید. اولین شخصی که استعدادش را مردم برش گفت، اولین شخصی که استعداد آوازخانیش مردم برش رای داد، نظر داد، را امشب میخواییم همراهشون صحبت کنیم. شما مطمئن هستم دوستش دارین و میخواین بفهمیم که این شخص کجا هست. سوال است که ما میخواییم بفهمیم این شخص کجا هست. سنو سیل داره صدای خدا نمیکشه و شما میتونید ببینید که سیل داره صدای خدا نمیکشد. شکیب همدرد، بسیار زیاد خوش آمدین به برنامه. درود بر خود، درود بر خودانه که فعلا پشت صحنه هستن، این برنامه زیبا تصویر میکشم و سلام به هموطنان عزیزم، هر گوی در جایی که هستن پای تلویزیونایشان نشستن و این برنامه نازنینم نگاه میکنن از طریق تلویزیون یک. چی حال داری روشن عزیز؟ چشم ما روشن، دل ما شاد، سلامت مشتری، سلامت باشین. والا من صدای شما را میشنوم، همچنان شما را میبینم. من دو فکر به سرم زد بعد از اینکه صدای شما را شنیدم با در پالیزی که میبینم. یکی که میگم شاید شما زیاد ریاضت کردین سر صدایتان، کار کردین که ماشاءالله یک صدا، یا همین لحظه از خواب خستین، کدامش از این؟ اردویش. خب ماشاءالله، خب صدای پخته. حتما سالای خیلی زیاد شده که شما با آوازخوانی کار دارین و یکی از کسایی بودین که امیال ما برایتان بکشم، چون برای من بکشم. ما برایتان اینه 5.5 افغانی بود، چقدر بود کردیت خودم مصرف کردیم، رای داده بودم. خب برمام تال داریم میکشم بعضی ها. خب همدرد عزیز، در کدام کشور هستین؟ ما فعلا در فلوریدا زندگی میکنم، ایالات متحده امریکا. ایت اگر خم نام دیگه جایش گرفتی که فقط من اونجا باشم بفهمم. برو بفهمی، نه ای ظالم. در کجایش، در کجایش؟ فلوریدا، فلوریدا، فلوریدا. خب در فلوریدا هستین، کارهای هنری میکنین یا کدام کسب و کار و شرکتی چیزا رو فعال کردین؟ ماشاءالله خانه سروازش هم تو معلوم میشه. خوب است دیگه، زندگی هم دست و بدان من میرسه الحمدلله. خب شکر شکر. اینا برای هنری یک آلبوم دارم به نام دمهای خسته، یک آهنگش اومد بیرون و مورد استقبال مردم قرار گرفت و آهنگ تانست و روی خودش حفظ بکنه، چون اولین با خودم با بازو آمد و مردم پذیرفت. کمپوز خودتان بود؟ بله، دلهای خسته. دلهای خسته، بله بله. من بسیاری ها شاید نشنیده باشم، میشه که زمزمه هم بطور کوتاه که یادشان بیه؟ جسم پرده نوش جان سرما دیگه زون کار. آه آه، از زندگی از این همه تکرار خستم، از های هوی کوچه و بازار خستم، دلگیر آسمانم و آزرده زمین، امشب دیگر ز هرچی و هر کار خستم، خستم، خستم. بله، کیفی که شعر ازی چقدر خوب است، تصنیفش از کی است؟ نده گیرم از خود. از محمد علی بهمنی. آها، این شفیق موریدم اجرا کرده، کمپوز کم تغییر دارم. اول ایره من خوانده بودم، باز مرید عزیز تماس گرفت،
خدای نکرده تو نشه این شورا که هست مردم اگر کس بازخوانی میکنه باز میره ظالمه و جریمه میکنه. خواه بسیار خواه. برو مرید یار بخوان برک بوزی که میخوانیم. بسیار خواه. شفیق مرید هم یکی از استعدادهای خوب کشور ماست مثل شما. خب همدرد عزیز، اما اولین آهنگتان که برای ما پشت اما هم دق شدیم واقعا چی درو بگویم؟ اگر صبح وقت از همسایا شدت دیوار گرب گرب نمیزنن امورم برمک اینجا امپراتوری خود همدرد است. خب همیتونه شدت بو بیارم. خب شکر خودم خاطره زیاد دارم ازش. گلدانه دانه واقعا شکیه به همدرد مردم رو پذیرفتن بغان تک اینا همیشه محبت میتن جدایی را دیگر طاقت ندارم الا گلدانه دانه خیال و خاطر راحت ندارم جدایی ها نمانه قسم بر سرزمین خسته من الا گلدانه دانه در این ملک هنوز عادت ندارم جدایی ها نمانه الا گلدانه دانه 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 جدایی ها نمانه که برگردی بخانه اگر کنده شود از ملک مردم آبودانه به شهر خود بسازم از محبت آشیانه. هنوز آب دانه کنده نشده دیگه؟ والا بشم دیگه کوشش میکنیم زیاد. خوب خداوند این وطنک مرارم بسازه به خدا کل اگه آرزوی شمیست هر چه هنرمند میبینی که آمده نمیسو فقط شنه دیدار وطن است و هم وطن بخیر انشاءالله. ای از سابق خوی رقم نبودی بسیار به حوصله نرم نرم صحبت کنی یاسن که پخته شده برای آدم همی که حوصله من میشه چطور از هم در بسید؟ تام 61 ساله آدم شده دیگه. خب بنده در عزیز دوره قرنطین را چطور سپری کردین یا در حال سپری کردنش هستین؟ ما هنوز هم نبر آمدیم از دوره. والا ما بر آمده بودیم پس امروز در آمدیم به خاطر که امروز وزارت اعلام کرد که بین موج دومش آمد. موج دومی گپا خود نمیفهم شاید این گپای تجارتی باشد. کرونا را باید جدی بگیره هموطنان ما، هرچند خیلی تبلیغ گفا میشه زیادتر از رسانه ها برشان رسانده میشه که اون مردم متوجه باشین فاصله اجتماعی را مراعات کنین، این گفا از خانه نبراین که تره ولی اگه بیچاره نبراین نان و نفقه یاد خدا نفقه از یاره که برشان خیلی خرچ مصرف دارن یاد مجبور هستن. اگر مبرایم هم از ماست فازه کنن کار خودشان هم بکنن به دیگه هم برستن. از اینجا که بگی عزیز دل ما در قرنطین هست که فعلا هم در قرنطین هست و دوای قرنطین هم در دست مسمی در قرد بشک این پایپک نداره جوس شیر هست دیگه بیشتر این ساختم دیگه هست تو دیگه تقریبا سه ماز که من سپر دمی خانه خواستم کمپوت می سازم و شعر می گیرم و همراه شعرا گفت می زنم این مسئله ها روی برنامه هنریم کار می کنم. خوب است یک فرصت شد برم. خوب است میگن در اوجه اگر دوره قرنطین در خانه باشین پشت دروازه می آیا آزوقه همون تر است؟ چی نه؟ آزوقه خوردنی هر چیزه. آه بیدر اینجا یک تو نمیایی. خب بخیر بگذاره همدرد عزیز، واقعا خیلی خوش شده و از اینکه با خود صحبت کردیم دیدار تازه شد. اولین آهنگی که بعد از این مصاحبه میخوایی ریلیز کنی کدام آهنگ خواهد بود؟ آهنگی که مرا زیاد خسته ساختی شد خیلی کار کردیم نبی روشن. خب او صبح بر مردم ایسو که هست یک نام کلان داره، خیلی نام کلان داره.
اینجا خیلی کسا حقیقت نمیگه. من بارها دارم صاحبه بشته گفتیم که ایسو بل داری باید حج قبض داری و بدار باید پرداخت میگیری پس میدی میگیری پس میدی. خیلی کسا اون کسایی که فامیلای بزرگ هستن میتونم برای خودشان حداقل یک سیفین داشته باشن، ولی اینجا کسی که تنها باشه باشه خیلی سخت است، خیلی سخت میگذاره. خصوصا مثل ما و آدم که یک بار از مجلس ها میای دور میشی، از اون حال هوا میای دور میشی و تا خودت پیدا کنی زمان میبره. دیگه اینطور مسئله را کنی بیشتر یک سوال کنی باز از یادم رفت، مرا میبری به خاطراتم قدیما. هر بار که شما از عزیزانی که من زیاد نزدیک بودم گفت میذارم باز بیرم مسئله. سوال چی بود نبی؟ سوال گفتم که بعد از این مصاحبه اولین آهنگی که ریلیز میکنین؟ آهنگی که خیلی اینجا وقت فشار زیاد میامد سر من و این کمپوزار وقتی میساختم اول آهنگ مادر بود که اولین کمپوزم بود در دلهای خسته و سومینش ای است که خیلی دوست دارم و دردهای خودم کلن بیان میکنم، زمزمه میکنم جدید از کلن. شاید این بار از تلویزیون یک از برنامه یک خودت به نشن برزن. خستم اسیرم غمها کشیدم این دنیا پر درد است، دردهای دنیا کشیدم. ای خدا کمکم کن میمیرم، من سیرم از این در از این تنهایی سیرم، از این دوری ناصبوری سیرم. خسته و کیف کردیم، کیف کیف داشت تمام آهنگ و حتی در یکان جایی که همینطور خوب همینطور کشدار که میخواندیم اون جایشه و احساس میکنم که اولین مرد اپراخان افغانی را میشه معرفی کرد که اپرا میخوانی بسیار خوب. خب خب همدرد عزیز میخواییم کمک کنار شدیم، من میخواییم امو تلویزیون ببینم چی هست. فقط اونه ما اونه خودت اونه کل گپ لایف بوده این حال فهمیدم. کسایی که یک آیدی های خوب دادین برای دیگر ها، همدرد عزیز بشینین، اگر ایده خوب برای دیگرا دادیم به خاطر که بسیاری ها میگن که ما شما را اینجا چرا دیده نمیتونیم. ما نمیتونیم یک یک دم خود مثل که اینجا کامرامینا رو نشان بتیم، اینجا رو نشان بتیم، زیتر کانتور رو نشان بتیم. به او خاطر این خوب است که لایف بتانن ببینن تلویزیون هست اشکار همین دفعه کل اگیده در آیز چهار اتاق از چهار تلویزیون هم میگه شما رو دیده لطف میکنی. خب برای کل اگشان سلام های ما خیلی تقدیم از این سلام تقدیم و بسیار زیاد تشکر از خود همدرد عزیز در این صبح وقت در این صبح وقت اوجا چی میشه ملازان دارین شما یا اوجا چی رقم است؟ خدا شاید است که تلفن مازان میده صبح موبایل آزان صبح که وقت موبایل آزان شما را از خواب بیدار کردیم. بسیار زیاد تشکر که وقت گذاشتین بر ما. نبی روشن دوست دارم، I love you too. امید سربلندی و موفقیت هرچی بیشتر در زندگی سلامت همچنین دار هستم از عزیزانی که امروز باعث شدن بانی برنامه شدن پربارتان سلامت انشاءالله
جور ساعت سرال باشین. زنده باد افغانستان، تل دیوی افغانستان. زنده باد، زنده باد شکیب اندر. خدا نگهدار. صبحی روز خوش برام، شب خوش برستو، شب خوش دیگری من. سلو بایی زنده باد، زنده رهو، زنده رهو. زنجیرشان سلو بایی بود. خب همدرد، آوازخان خوب، رفیق خوب، انسان خوب، خوش کلام و خوش برخورد که از نزدیکم خیلی سالا پیش هم دیدیم. خلاصه توتی از لبخند است که آدم ابراش بیشینه، فقط میتونی که خاطره بسازیم. رفتیم یک وقفه.